در خط خبرها. جان باختن نزدیک به 100 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران. محدودیت‌های تردد و تجمع تشدید می‌شود. مرگ 10 بیمار مبتلا به کرونا در بریتانیا طی 24 ساعت گذشته. اسپانیا هم از ثبت 1500 مورد جدید ابتلا خبر داد. حمله دوباره به پایگاه تاجی در عراق با بیش از 30 راکت. ارتش می‌گوید چند سرباز عراقی زخمی شدند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت‌های تازه تردد و تجمع در سطح شهرها اعلام شده. از جمله حرم امام رضا در مشهد بسته شده و استانداری قم از تعطیلی اماکن مذهبی این شهر در آینده نزدیک خبر داده. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، از دیروز بیش از 1360 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 97 نفر دیگر جان باختند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. جلسه رئیس جمهوری ایران و مشاورانش با ماسک و با فاصله از هم. حسن روحانی از رسانه ها خواسته به گفته او اطلاع رسانی منصفانه و حرفه‌ای کنند و برای مردم تبیین کنند که توانمندی ها و اقدام های دولتش در مقابله با شیوع ویروس کرونا با وجود تحریم های آمریکا افتخارآفرین بوده. دونالد ترامپ پیشتر وضعیت ایران را بحرانی خوانده و به ایران پیشنهاد کمک داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران این کمک را رد کرده و گفته بود ایران بهترین و کارآمدترین تیم پزشکی را دارد. حسن روحانی در حالی از رسانه‌ها خواسته حرفه‌ای عمل کنند که سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین اطلاعیه خود از فشار بر روزنامه‌نگاران خبر داده. در حالی که اطلاعات رسمی جمهوری اسلامی درباره همه‌گیری ویروس کرونا با واقعیت همخوان نیست، آزار نهادهای امنیتی و قضایی علیه روزنامه‌نگارانی که درباره شیوع آن اطلاعات مستقل منتشر می‌کنند بیشتر شده است. ستاد ملی مدیریت کرونا محدودیت‌هایی در سطح شهرها در نظر گرفته. رفت و آمدها رو بیشتر کنترل کنیم، محدودیت‌های جدیدی رو برای عبور و مرور به خصوص در رابطه با افراد مبتلا و آلوده ایجاد کنیم. اکیپ‌های ما امروز در جاهایی که قرار مستقر بشن اعلام خواهد شد خدمت مردم عزیز. ایتریه خیابون میرزاپور مشاهده میکنید. اما این تصویر از تهران به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده. رئیس پلیس تهران هم گفته هیچ فروشگاه و پمپ بنزینی در این شهر تعطیل نخواهد شد. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، تاکنون 12729 نفر به کرونا مبتلا شده و 611 نفر جان خود را از دست دادند. 4339 نفر هم بهبود پیدا کردند. بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های محلی و بیمارستانی می‌گویند آمار واقعی بسیار بیشتر است. اینجا مشهد بلوار مصلا، اصلا مردم خیالشون نیست که کرونایی هست. شهردار مشهد اوضاع این شهر را نگران کننده خوانده. هفته آینده را سرنوشت سازترین هفته نامیده و چاره کار را قرنطینه در خانه دانسته. کرونا حرم امام هشتم شیعیان در مشهد را هم در ایام نوروز تعطیل کرد. سرپرست معاونت اماکن متبرکه و زائران آستان قدس گفته با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای همراهی با مسئولان بهداشت، سلامت و درمان کشور در ایام نوروز پذیرای زائران و مجاوران حرم رضوی نخواهیم بود. اما هنوز خبری از تعطیلی اماکن زیارتی در قم نیست. هرچند استانداری قم گفته که به دستور وزارت کشور این اماکن به زودی تعطیل می شود. محمد حسین قربانی نماینده وزارت بهداشت در گیلان می گوید در دو روز گذشته در این استان مبتلایان به ویروس کرونا افزایش داشتند و اگر مردم در قرنطینه خانگی نمانند بحران عظیمی را خواهد داد. اینجا در قائم شهر در مازندران هم ظاهرا مردم به توصیه برای ماندن در خانه توجهی ندارند. امروز 24 اسفند 1398 میدان نقش جهان اصفهان. در مقابل تصویری که از اصفهان به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان از خلوت بودن خیابان‌ها دارد. رشد ویروس کرونا در ایران همچنان سیر صعودی دارد. مقام‌های دولتی می‌گویند عملکرد مناسبی داشتند، اما هنوز روش مقابله و نحوه اطلاع رسانی آنها درباره کرونا مورد انتقاد است. به نظر می رسد که تاری شکن شدن این ویروس در ایران و جهان راه درازی در پیش است. فرین عاصمی، بی بی سی. ساعتی پیش از آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی درباره آخرین تدابیر ایران برای مقابله با گسترش شیوع ویروس کرونا پرسیدیم.
ببینید در چند هفته آینده و چه بسا دو سه ماه آینده ما افزایش تعداد بیماران رو خواهیم داشت و این قطعیه. منتها موضوعی که هست، آیا فقط وزارت بهداشت در این موضوع جهانی و کشوری فقط باید این کارا رو انجام بده و مسئوله، یا اینکه نیاز هست که سازمان‌های دیگه، مخصوصا من الان تاکیدم رو مجلسه، ما الان واقعا فکر میکنیم که مجلسی در اون کشور وجود نداره. الان چه نیازی به مجلس هست؟ از دو منظر. یک، اینکه وزارت بهداشت رو پاسخگو کنه که برنامه‌های کوتاه مدتی که داره به کجا میخواد برسه. دو، از لحاظ قانون‌گذاری و بودجه کمک بکنه به دولت و وزارت بهداشت، چون میبینیم که پایان ساله و نیازهای قانونی هست برای کارمندان سایر مراکز، کارمندای وزارت بهداشت و بودجه‌هایی که باید پرداخته بشه به یک بیماری نوپدید. ولی اینجا الان ما هیچ صدایی از مجلس نمی‌بینیم، برای اینکه در چند هفته آینده هم با افزایش تعداد مبتلایان و افزایش مرگ و میر یک فاجعه بیشتری نخواهیم دید. وقتی که یک بیماری به این سرعت قابلیت انتقال داره و تمام کشور رو در بر می‌گیره، اون کشور باید از تمام امکانات زیر ساختاری و نیروی انسانیش استفاده کنه. خب ما میبینیم در بدنه ارتش، نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه کادر مجرب پرستار و پزشک هست و خود سربازها یا پرسنل نظامی که هستن به عنوان یک نیروی انسانی باید کمک کنند. ولی نگرانی این است که تفکر نباید نظامی بشه، تفکر باید بهداشتی درمانی بشه، ولی کمک گرفته بشه از سایر ارگانهایی که ساختار دارن. یعنی شما در سطح کشور بیمارستانهای سپاه، بیمارستانهای ارتش، بیمارستانهای نیروی انتظامی باید بیان به کمک. ولی مشکلی که بود، ما میبینیم که فرمانده ارشد نیروهای مسلح چه خوب بود که وقتی که میخواستن ایشان بحثای تخصصی کنن، اجازه میدادن که پزشکان سپاه یا پزشکان ارتش در کنارشان باشن و اونها صحبتهای تکنیکال رو در کنار وزارت بهداشت داشته باشن. نگرانی که هست، آیا این یک نقطه قوتی که نیروهای مسلح میپردازه به این موضوع؟ نقطه قوتی هست، ولی نگرانیش کجاست؟ تهدیدش اونجاست که تفکر از سمت بهداشت و درمان نره به سمت قهریه. آرش علایی بود، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی. با گسترش شیوع کرونا در جهان، کشورهای مختلف برای مقابله با آن محدودیت‌های جدیدی وضع کردند. عربستان اعلام کرده از فردا تمام پروازهای بین‌المللی را تا دو هفته تعطیل می‌کند. در نیوزیلند هر کسی که از فردا وارد این کشور شود باید 14 روز خود را قرنطینه کند. در اسپانیا وضعیت اضطراری ملی اعلام شده و در بریتانیا طی 24 ساعت گذشته 10 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس در گذشتن. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. در ایتالیا ممکن است مردم در خانه‌هایشان حبس شده باشند، اما امید آنها در انزوای ناامیدی محبوس نیست. کشور در تعطیلی است، کرونا جان بیش از 1000 نفر را گرفته، بیمارستان‌ها جان ندارند و به جای آنها این بیمارستان‌های صحرایی پذیرای خیلی از بیماران هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی مرز خود را با ایتالیا بستند، اما سازمان بهداشت جهانی میگوید بستن مرز تنها راه چاره نیست. مقابله با کرونا نیازمند مجموعه ای از راهکارهای مختلف است. پیام ما به کشورها این است که باید یک رویکرد چند جانبه برای مقابله با کرونا در پیش بگیرند. آزمایش کردن، قرنطینه کردن، محدودیت برای تجمع و مرز بستن به تنهایی نتیجه نمی‌دهد. همه این کارها را با هم انجام بدهید. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید اروپا حالا به مرکز شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. اسپانیا مقررات اضطراری ملی اعلام کرده. این کشور بدترین شرایط را بعد از ایتالیا دارد، با حدود 1500 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کمتر از 24 ساعت. در بریتانیا برگزاری مهمترین مراسم عمومی اعم از مسابقات ورزشی قرار است لغو شود. فرانسه هنوز رفت آمد را محدود نکرده، اما این تصاویر از مقابل موزه لوور در پاریس نشان می‌دهد که مردم خود داوطلبانه به جنگ کرونا رفتند.
اقتصاد اتحادیه اروپا یک دهه بعد از بحران مالی جهانی حالا یکی از دشوارترین شرایط را پشت سر می‌گذارد. سهام کشورهای اروپایی روز گذشته اندکی بهبود یافت، اما بسیاری از تحلیلگران آن را جهش گربه مرده یا همان بهبود موقت ارزش سهام بعد از روند نزولی چند روزه تحلیل کردند. البته بعضی همان را نتیجه خوشبینی در پی اعلام وضعیت اضطراری ملی از سوی دولت امریکا عنوان کردند. ارزش سهام وال استریت دیروز بعد از امضای بودجه 8 میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا توسط دونالد ترامپ اندکی بهبود یافت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در جهان فعالیت خود را محدود کردند. امروز شرکت اپل اعلام کرد که تمام فروشگاه‌های خود در سراسر جهان غیر از سرزمین اصلی چین را برای 2 هفته تعطیل می‌کند. فروشگاه‌های اپل در چین دیروز و بعد از کند شدن شیوع ویروس کرونا در این کشور باز شدند. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که تا به حال بیش از 149 هزار نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند. بیش از 5600 نفر از آنها جان باختند و حدود نیمی از کل مبتلایان بهبود یافتند. ویروس کرونا حالا به نقاطی از جهان رسیده که تا به حال کمتر اثری از آن دیده شده بود. در افریقا 20 کشور آلوده شدند با موارد جدید در رواندا و نامیبیا. در هند همزمان با روشن‌تر شدن ابعاد شیوع ویروس کرونا، روش‌های کمتر دیده شده برای درمان کووید 19 هم باب شده. اینجا نزدیک به 200 هندو دور هم جمع شدند و با نوشیدن ادرار گاو می‌خواهند بر ویروس کرونا غلبه کنند. هند تاکنون بیش از 80 مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده و 2 مورد مرگ. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با شناسایی 4 نمونه مثبت کرونا در ولایت‌های کاپیسا، بلخ، سمنگان و هرات شمار مبتلایان شناسایی شده در این کشور به 11 نفر رسیده. سخنگوی این وزارتخانه گفته مبتلایان به تازگی از ایران برگشته بودند. روزانه هزاران مهاجر از طریق مرز اسلام قلعه در ولایت هرات وارد افغانستان می‌شوند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. یکی از شلوغ‌ترین مرزهای افغانستان، مرز اسلام قلعه در ولایت غربی هرات. سیل بازگشت کنندگان افغان از ایران اخیراً 3 برابر بیشتر از وضعیت معمول شده. پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، مهاجران داوطلبانه بار سفر به وطن بستند. اگرچه تیم بهداشتی اینجا حضور دارد، اما نگرانی آنجاست که افراد بی آنکه علایمی نشان دهند می توانند ناقل ویروس کرونا باشند. ما می خواهیم که از دولت که تدابیر را بیشتر بگیرند با شهر هرات و سر مرزها که همین مریضیایی که میای و مرز کم تدابیرشان را بیشتر بگیرند. بس کن خو بیرو خیلی نشم. والی هرات هم شاکی از بی‌توجهی دولت و ما میترسم که خدای نکرده روزی بیه که ما باز نتانیم که وفیات خود جمع کنیم. اگر امروز دست به کار نشویم، با هم کار نکنیم و کلگی با هم یک جای استاد نشویم، وضعیتی که در ایران است بدترش در افغانستان خواهد بود. نگرانی 20 روز قبل شروع شد، زمانی که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت غربی هرات در همسایگی ایران به ثبت رسید. تا کنون در افغانستان 182 مورد مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که از این میان 11 مورد آن مثبت و باقی منفی بوده. 6 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در ولایت سمنگان، 1 مورد در کاپیسا و 1 مورد دیگر در ولایت بلخ. 52 نمونه مشکوک دیگر هم تحت بررسی‌های لابراتواری قرار دارند. همه مبتلایان کسانی هستند که به تازگی از ایران برگشته و یا با این افراد در تماس بودند. تعطیل شدن مدارس در غرب، جشن نوروز در شمال و برنامه‌های ورزشی در کشور از راهکارهای دولت برای کاهش تجمع و پیشگیری است. صدور ویزای هند و پاکستان برای اتباع افغانستان مسدود و مرز ازبکستان و پاکستان با کشور نیز بسته شده. اما مرز اسلام قلعه افغانستان در هرات همچنان به روی مهاجران باز است.
مهاجرانی که هر روز از سومین کشور متاثر از ویروس کرونا برمیگردند و به سراسر افغانستان سفر میکنند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. و نسرین نوا از کابل همچنان الان به ما پیوسته. نسرین، بیشتر بهمون بگو در مورد تازه ترین اقدامات دولت برای رسیدگی و پیشگیری. امروز محمد اشرف غنی یک مجلس ویژه‌ای تشکیل داده بود، رئیس جمهور افغانستان، که در رابطه با اقدامات آینده دولت به خاطر پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا صحبت بکنه. در نتیجه این مجلس اعلامیه فرستادن و از مردم تقاضا کرده دولت که از برگزاری و اشتراک مراسم‌های مناسبتی مثل عروسی‌ها، نامزدی‌ها و چنین مراسم‌های خودداری بکنن و در جشن نوروز هم اشتراک نکنن، سعی کنن تجمع‌ها رو به خاطر جشن نوروز ایجاد نکنن و رسماً هم جشن نوروزی که همه ساله در بلخ شمال افغانستان برگزار می‌شد و مردم زیادی از سراسر ولایت‌های افغانستان اونجا جمع می‌شدن لغو شده. همینطور امروز اعلام شد که مدارس، مراکز آموزشی و تمام دانشگاه‌هایی که قرار بود تا یک هفته دیگه دوباره باز بشه همچنان بسته باقی بمانند تا یک ماه دیگه، و یک ماه دیگه دوباره تصمیم گرفته میشه که نظر به وضعیت خواهد بود. همینطور تمام مسابقات و فعالیت‌های ورزشی که فعالیت‌های گروهی هست مثل فوتبال همه متوقف شدن. لیگ بزکشی هم که چند روز پیش در افغانستان برای اولین بار در کابل برگزار شده بود قبل از اینکه مدت زمانش تکمیل بشه متوقف شد، و همینطور دولت سعی میکنه که از تجمعها پیشگیری بکنه، اجازه نده مردم تجمعات بزرگتری را تشکیل بدن. ولی خب بعضی گرده همایی همچنان در افغانستان وجود داره و در بعضی مناطق هنوز جدی گرفته نشده، اگرچه در هرات بارها هشدار داده شده که حتی کافه ها و رستوران ها هم باید فعالیتشان رو کم بکنن، مردم کمتر بیرون بیان، ولی هنوز مردم در شهرها رفت و آمد دارن. امروز والی هرات هم ابراز نگرانی کرد، هشدار داد که میتونه این وضعیت به یک فاجعه تبدیل بشه اگر دولت مرکزی توجه خاصی به او ولایت و به او وضعیت نکنه، امکانات لازم رو در اختیارشان قرار نده. اگرچه تا فعلا افغانستان دسترسی به کیت‌های تشخیصی داره، ولی خب هنوز هم امکانات لازم نداره در همه جای افغانستان. در بسیاری از ولایت‌ها اینکه امکانات انجام آزمایش کرونا وجود نداره و همه نمونه ها باید از ولایت های مختلف گرفته بشه و به کابل فرستاده بشه، که این خودش نگرانی های زیادی را ایجاد کرده. در سطح شهرها مردم چقدر آگاهی دارن از این مواردی که باید رعایت بکنن و چقدر نگرانی کمک کرده، نگرانی از شیوع گسترش ویروس به اینکه در فرهنگ روزمره مردم تاثیر گذاشته باشه؟ واقعیتی است که اگر قبلا در یک تاکسی هم ما می نشستیم اولین چیزایی که ما می شنیدیم یا تا آخر موضوعات سیاسی بود، بحث داغ کل کشور، هر جایی در هر مراسم و گرد همایی های بیشتر بحث های سیاسی از صلح و انتخابات بود، ولی حالا هر جایی در هر مغازه‌ای در هر تاکسی در هر گرد همایی از کرونا می شنویم و مردم در موردش صحبت می کنن. اما این تصویر کلی افغانستان نیست، چیزی است که ما در کابل می‌بینیم. مردم به خاطر نگرانی‌ها در موردش صحبت می‌کنن، سعی می‌کنن اطلاعات پیدا بکنن از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تلویزیون‌ها، ولی در افغانستان در بسیاری از ولایات مردم دسترسی به همه این امکانات ندارن و هست جاهایی که مردم حتی در این مورد نشنیدن. و مهاجرینی هم که از ایران به افغانستان برمیگردن همگیشان در مرکز شهر هرات نیستن، اینا به مناطق دوردست میرن، به ولسوالی‌ها میرن، به ولایت‌های دوردست‌تر، و اینا ممکن هست که ویروس کرونا رو با خودشان از ایران به افغانستان انتقال بکنن و اینها هم اطلاعات کافی و لازم را ندارن، چون هنوز اطلاع رسانی وزارت صحت و دولت به حدی فراگیر و همگیر نبوده که مثلا به شکل ابتدایی مثل بیلبورد ها و خیلی از مسائل دیگه در ولایت های دیگه تبلیغ بکنه. ولی خب مردم در جستجوی این هستن که اطلاعات لازم را پیدا بکنن، ولی یک تعدادی هنوز این ویروس را جدی نگرفتن و هنوز هم در بعضی جمع ها میبینیم که این ویروس به مسخره گرفته میشه، در حالی که بعضی معتقد هستن که ممکن هست که زمان ببره، چون تست ها زمانگیر هست در افغانستان و اینکه روزانه هزاران نفر وارد افغانستان از ایران میشه و شاید یکی دو هفته دیگه وضعیت خیلی جدی‌تر از این بشه. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه.
طبق آمار رسمی از دیروز نزدیک به 100 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. از امروز محدودیت‌های بیشتری برای تجمع و تردد در شهرها اعمال می‌شود. طی 24 ساعت گذشته در بریتانیا 10 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. ویروس جدید کرونا بعضی از چهره‌های سرشناس را هم گرفتار کرده، از هنرمندان تا مقام‌های ارشد دولتی. بعضی از سلبریتی‌ها برای اطلاع رسانی درباره شیوه‌های پیشگیری از ابتلا به این ویروس کارزاری به راه انداختند. فریا کول گزارش می‌دهد. ترانه زنده خواهم ماند از محبوب ترین آهنگای 1970 است که امروز هم پیامی قوی برای مردم جهان دارد، و همینطور خوانندهش گلوریا گینار. او حالا با این ترانه کاربران رسانه اجتماعی را به یک چالش تشویق کرده و این چالش جهانی شده. کاربران شیوه او را برای شستن دست ها تقلید می کنند تا به ویروس جدید کرونا مبتلا نشوند. چه کسی تصور میکرد که شستن دست ها هم میتواند تفریح جذاب باشد؟ بقیه چهرهای سرشناس هم تلاش میکنند پیامی درست برای مقابله با شیوع این ویروس منتشر کنند. تام هنگس و همسرش ریتا ویلسون که هر دو به ویروس کرونا مبتلا شده اند به هوادارانشان گفتند که در قرنطینه هستند. این ویروس مقام های ارشد دولتی و سیاسی را هم مبتلا کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از وقتی که همسرش سوفی به ویروس کرونا مبتلا شده کشورش را از قرنطینه اداره می کند. رهبر دستراسی برزیل ژیر بولسونارو گفته نتیجه آزمایشش منفی بوده، هرچند یکی از کارمندان دفترش به این ویروس مبتلا شده. این روزها فقط به یک چیز می توان مطمئن بود، این ویروس بین آدم ها فرقی نمی گذارد و همه را مبتلا می کند. فریا کول، BBC نیوز. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد نرخ تورم سال آینده 20 تا 25% خواهد بود. معذرت میخوام، برنامه رو با چند خبر کوتاه میگیریم. ارتش عراق میگوید بیش از 30 راکت به سمت پایگاه نظامی تاجی در نزدیکی بغداد شلیک کرده. این پایگاه میزبان نیروهای عراقی و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است. ارتش عراق گفته در این حمله چند سرباز عراقی منجور شدند. این دومین حمله به تاجی ظرف 3 روز گذشته است. در حمله اول 2 آمریکایی و 1 بریتانیایی کشته شدند. آمریکا گروه شبه نظامی کتایب حزب الله را که مورد حمایت ایران است مسئول آن دو حمله دانسته و مواضع آنها را بمباران کرده بود. در افغانستان برنامه آزادی 5000 زندانی طالب به تعویق افتاده. آزادی این زندانیان یکی از مواد توافق آمریکا و طالبان است که 2 هفته پیش امضا شد. یکی از سخنگویان دولت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته اگر ضمانتی برای بازنگشتن این جنگجویان به میدان نبرد نباشد، آنها آزاد نخواهند شد. گروه طالبان اما گفته آزادی این 5000 نفر پیش شرط شروع مذاکرات صلح با دولت افغانستان است. وزارت دفاع آمریکا میگوید در تصمیمش برای اعطای یک قرارداد چند میلیارد دلاری به شرکت مایکروسافت به جای آمازون تجدید نظر خواهد کرد. شرکت آمازون در اعتراض به این تصمیم به دادگاه شکایت کرده بود. این شرکت مدعی است که دلیل اعطای قرارداد ارتقای شبکه کامپیوتری پنتاگون به مایکروسافت بوده و این دلیل این تصمیم این است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری از جف بزوس رئیس آمازون خوشش نمی آید. مایکروسافت اما گفته به دلیل ارائه فناوری بهتر برنده مناقصه شده. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد نرخ تورم سال آینده 20 تا 25% خواهد بود. میانگین تورم در پایان سال جاری 35% گزارش شده. این مرکز همچنین نرخ رشد اقتصادی امسال را بدون احتساب نفت 1.8% برآورد کرده. کاهش ارزش سهام در بازار بورس تهران که از هفته پیش آغاز شده امروز هم با شیب منفی قابل ملاحظه ای ادامه داشت. شاخص کل نزدیک به 3.5% افت کرده. سقوط شدید قیمت نفت در روزهای گذشته و تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان از دلایل عمده سقوط بازارهای بورس دانسته می شود. برای صحبت بیشتر در این باره مهرداد سید اسکری خبرنگار اقتصادی از اسلو نروژ با ما هستن. آقای سید اسکری، امروز مشخصا چرا شاخص بورس در تهران به این شکل به هم می‌ریزه؟
ببینید این چندمین هفته ای هست که شنبه ها ماهیتاً بازار منفی میشه، اما دلایل منفی شدن اولین روز کاری در هفته برای این هفته پس لرزه تأیید و تکذیبی ها در خصوص حجم مبنا خدمت شما عرض کنم درصد نوسان و تغییر دبیر کل بورس بود که این عدم اعتماد رو به بازار در روز اول تزریق کرد. همچنین مباحثی که در خصوص جنگ نفتی که در هفته گذشته اتفاق افتاد و آثار بسیار بنیانکنی که در خصوص بازارهای بین المللی وجود داشت، این هم اثر خودش رو در خصوص بازار گذاشت و برای امروز ما شاهد یک روز بسیار منفی. با توجه به اینکه تهران به بازارهای جهانی وصل نیست، چطور از انفعال و انفعالات بورس در جهان تأثیر میپذیره؟ ببینید دقیقاً درسته، تأثیر به معنای اینکه تأثیر میپذیره امری نادرسته، دیر تأثیر میپذیره و کم تأثیر میپذیره. مشکلی که در خصوص بورس ایران وجود داره این است که اگر اقتصاد چین وضعیت خودش رو به حالت قبل نخواهد پیدا بکنه و صادرات خودش رو به همه دنیا و من جمله ایران نخواهد اثر بگیره، این امر باعث کاهش تولیدات در نهادهای تولیدی بورس و به تبع بقیه دیگر اقتصاد ایران خواهد داشت و از این حیث اقتصاد ایران به شدت آسیب پذیر هست. یعنی اقتصاد ایران بیشتر از اقتصاد چین آسیب میپذیره تا از دیگر مباحث اقتصاد دنیا. این نقطه ورودی هست که اقتصاد ایران رو به اقتصاد دنیا مرتبط. آیا دولت برنامه ای داره برای اینکه بتونه جلوی فعل و انفعالات شدید رو بگیره؟ ببینید ماهیتاً برنامه دولت جمهوری اسلامی با توجه به کسری بودجه وحشتناکی که در سال آینده وجود داره، اجازه دادن به گسترش این بازار، پر رونق کردن و فعالیت بسیار زیاد در این بازاره. چون ما سال آینده کسری بودجه بسیار وحشتناکی داریم که دولت از طریق فروش اموال خودش و کارخانجات خودش میخواهد این کسری بودجه رو خدمت شما عرض بکنم مرتفع بکنه. همچنین الان چیزی حدود 1370 میلیارد تومان نقدینگی روزانه رو شیرفلکش رو در داخل بورس ایران باز کردن. من معتقد هستم که بورس ایران کماکان پر رونق با توجه به این سیاست ها باقی خواهد. متشکرم از شما مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی در اسلو. این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.